یواف کالانت وزیر دفاع اسرائیل و لوید آستن وزیر دفاع امریکا گفت که احتمال برای یک چهار توافق شده در مناطق شمال اسرائیل در حالی تمام می شود که حزب الله و پیوند خود با حماس ادامه می دهد. حزب الله شلیک راکت و درون را به شمال اسرائیل بعد از آغاز جنگ در غزه شروع کرد. حزب الله و حماس هر دو گروه متحد ایران هستند و حزب الله می گوید که در همبستگی با فلسطینی ها حملات خود علیه اسرائیل را انجام میدهد. حزب گفته است که این گروه در صورت حملات خود را متوقف می سازد که آتش بس در غزه برقرار گردد اما ماها گفتگو با میانجیگری ایالات متحده قطر و مصر به کرات و بنبست رسیده است حماس خواستار آتش دائمی و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه به حیث بخشی از توافقنامه برای رهایی شماری از گروگانهایی است که در زمان حملات 7 اکتبر سال گذشته آنها را به دست گرفت در هر وضعیت احتمالی سیستم دفاعی اسرائیل به عملیات خود با هدف نابودی حماس و اطمینان از برگشت گروگانهای در دست حماس در غزه به هر طریق ممکن ادامه خواهد داد مقامات فلسطینی میگویند که حملات هوایی اسرائیلی باعث کشته شدن 16 نفر در باریکه غزه شده که 5 زن و 4 کودک شامل کشته شدگان است حمله صبح دوشنبه خانه را در کمپ نصیرات در مرکز غزه تخریب کرده کم از کم ده تن را کشته و چهار زن و دو کودک شامل آن است شما نمیدانید که چه در حال رخ دادن است شما در خواب هستید و بعد ناگهانی میزایل بر سر شما فرود می آید این منطقه مزدهم و یک کمپ کوچک است که پر از مردم است هر حمله تلفات زیادی در پی خواهد داشت اسرائیل میگوید که حملات این کشور تنها تن روان را رو هدف قرار میدهد و حماس و سایر گروه های مسلح را و خاطر به خطر انداختن افراد ملکی با فعالیت در ساحات مسکونی متهم کرد. اردوی اسرائیل به ندرت در مورد حملات انفرادی که غالبا زنان و کودکان را از بین میبرد اظهار نظر می کند. سیستم دافع هوای ما به کمک خداوند متعال معفقانه یک تیاره نوی امکیو نوی امریکایی را در فراز آسمان ولایت زمار سقوط داد. این تیاره ماموریت را انجام می داد. این تیاره توسط میزایل زمین به هوا در محل سقوط داده شد. این سومین تیاره سقوط داده شده در ظرف یک هفته است و دهمین تیاره از این نو است که سیستم های دافی هوای ما آن را در جهاد مقدس ما در حمایت از غزه ساقط کرده است. اردو ایالات متحده امریکا به طور فوری به تقاضای خبرگزاری اسوشیتد پرس برای اظهار نظر درباره این ادعای حوسی ها و سقوط دادن این تیاره درون پاسخی نداده است در همین حال وزارت صحت فلسطینی ها در غزه امروز اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر به این سو در تهاجم اردوی اسرائیل به باریکه غزه کم از کم چله فلسطینی کشته و 95413 نفر دیگر زخمی شدند محمد احمدی دیلوزون آشناسد امریکا واشنگتن